سلام، حالتون چطوره؟ عجب بازی بود دیروز. کلا چه روزی بود دیروز. یه بازی خیلی هیجان انگیز بین آلومینیوم عراق و پرسپولیس رو شاهد بودیم و پرسپولیس نتونست آلومینیوم رو دوباره ببره. آلومینیوم کاری رو کرد که این فصل خیلی از تیم‌ها نتونستن از عهده‌اش بر بیان، مخصوصا بعضی از تیم‌ها که ادعا میکنن ما بازیکن نداریم فلان بهمانه. اما آلومینیوم با حداقل‌ها با هدایت مجتبی حسینی ثابت کرد که آقا نیازی هم نیست خیلی مهره‌های آنچنانی داشته باشی. یه تاکتیک درست ممکنه شما رو به پیروزی برسونه، کاری که آلومینیوم برای دومین بار تو این فصل انجام داد. آلومینیوم یه رکورد جالب به جا گذاشته. توی 3 سال اخیر هیچ تیمی به اندازه آلومینیوم عراق پرسپولیس رو نبرده. آلومینیوم توی 6-7 بازی گذشته فکر می‌کنم 4 بار پرسپولیس رو شکست داده، چه تو لیگ برتر چه تو جام حذفی. و این گربه سیاه همیشه مثل که قرار یقه پرسپولیس رو مخصوصا تو مهمترین مراحل، مهمترین گام‌های پرسپولیس برای رسیدن به جام بگیره و جلوی موفقیت پرسپولیس رو هم بگیره. پرسپولیس دیروز بازی رو خیلی خوب شروع کرد. 2 تا گل زد تو نیمه اول و در ادامه تقریبا بازی در کنترل داشت، اما هرچی به آخر بازی نزدیک می شدیم آلومینیوم فشارش رو بیشتر می کرد و چه گلایی هم زد. لیموچی و شروین بزرگ واقعا گلای تمیزی به ثمر رسوندن و رفیعی واقعا تقصیری هم نداشت، نمیتونست اصلا اون توپا رو بگیره. مخصوصا گل شروین بزرگ و لیموچی، 2 گل اول آلومینیوم، واقعا مهار نشدنی بود و کاری از دست دروازه‌بان پرسپولیس بر نمیومد. به هر حال آلومینیوم تونست پرسپولیس تو ضربات پنالتی شکست بده. یه آمار جالبی هم هست این که پرسپولیس اولین تیم تاریخ مثل اینکه که توی جریان بازی کامبک خورد، توی وقت‌های اضافه کامبک خورد و تو پنالتی هم کامبک خورد. یعنی تا تونست کامبک خورده پرسپولیس. اما چیزی که به چشم میومد تعویض‌های اسمار بود، تعویض‌های نابهنگام، تعویض‌های اشتباه و باعث شد که پرسپولیس بازی رو از دست بده. خب عثمان پیش بینی نکرده بود که ممکنه به پنالتی ها برسه و آل کثیر رو چرا آورد بیرون؟ به هر حال آل کثیر میتونست شاید یک گل به ثمر برسونه. و آوردن وحید امیری، خروج همزمان ترابی و اورانوف و خالی شدن تیم، عبدالکریم حسن هم گذاشت بیرون و نعمتی رو به جاش آورد و تغییراتی که کلا ایجاد کرد و به ضرر پرسپولیس همش تموم شد و پرسپولیس ضربه سختی از تصمیمات اشتباه اسمار خورد. و خب اسمار نیمه اول خیلی خوب تیمش بازی میکرد. تو فاز هجومی کلا اسمار ایده های خیلی خوبی داره، پرسپولیس خیلی خوب بازی میکنه اما به نتیجه نمیرسه. در خط دفاع پرسپولیس واقعا ضعف زیادی داره و آلومینیومی که امید گلش، میانگین امید گلش در هر بازی زیر 1 هست، اومده به پرسپولیس 4 تا گل زده و این آمار بدیه برای پرسپولیس در مقابل آلومینیوم عراق. و البته یه گلایه هم بکنیم دوباره از پخش بازی. حالا گفتن که مثلا در فصل آینده همه استان‌ها میتونن چی پخش بکنن، اما خب چرا از الان کارو نکنن؟ چرا این همه طول کشید؟ سال 2024 و آخرای سال 2024 میشه زمانی که شما میخواین همه استان‌ها رو به HD مجهز بکنید و ما پدرمون در اومده، چشامون پدرش در اومده از بس این بازی بی کیفیت رو تماشا کرده. تا کی قراره این دوربینای مزخرف، این تجهیزات قدیمی به کار گرفته بشه و بازی ها از طریق اون پخش بشه؟ کی قراره این روند درست بشه؟ مثلا تو شهرستان‌های مثل عراق و کرمان که فاجعه است واقعا. اینم از حالا مباحث مربوط به تصفیه برداری افتضاح بازی‌ها. اما در کل بالاخره پرسپولیس هم از این رقابت کنار رفت و حالا با باختی که جلو آلومینیوم را داشته باید به استقبال سپاهان بره. سپاهان تونست استقلال مولاسانی رو 2-1 شکست بده، البته اونم به سختی تونست پیروز بشه. توی 90 دقیقه سپاهان و استقلال مولاسانی 1-1 مساوی کردن. البته تا دقیقه 92 سپاهان پیش بود اما استقلال مولاسانی سوپر گل به ثمر رسوند و تونست بازی رو به وقت‌های اضافه بکشونه. اما بالاخره سپاهان نباخت و تونست تو وقت‌های اضافه جبران بکنه و گل دومو به ثمر برسونه و بازی به پنالتی ها نرسید. در اون سم در تبریز هم تراکتور تونست زوب آهن رو 2-1 شکست بده. البته تو وقت‌های اضافه تو پنالتی ها رفت و در وقت‌های قانونی 1-1 مساوی شد، تو وقت اضافه هم گل به ثمر نرسید و در نهایت تو پنالتی ها این تراکتور بود که زوب آهن رو شکست داد، واسه که زوب آهن خیلی برنامه‌ای هم نداشت برای بازی تو پنالتی ها و پورحمیدی فوق‌العاده ظاهر شد تو پنالتی ها و بالاخره تراکتور تونست این بازی رو هم ببره. تراکتور با این برد میره به استقلال تهران و قرار تو تبریز بازی جذاب رو احتمالاً شاهد باشیم. یه خبرایی به گوش میرسه که این یکی دو روز ممکنه کارای یحیی گلمحمدی درست بشه و مجوز مربیگری رو بگیره و کارش رو تو تبریز شروع بکنه و مطهری هم که میدونید هدایت رو بر عهده گرفته فعلا تا اینکه ببینیم تکلیف یحیی گلمحمدی چه خواهد شد. نظر شما در مورد این هفته چیه؟ استقلال یه بازی سخت مقابل تراکتور داره و پرسپولیس یه بازی سخت‌تر مقابل سپاهان داره. این دوتا بازی خیلی مهمه به خاطر اینکه هر کدوم چه امتیازی بگن چه امتیازی از دست بدن ممکنه راه قهرمانی رو عوض بکنن. پرسپولیس خیلی بازی سختی داره مقابل سپاهان و خب تراکتور توی یک بحرانی قرار داره که یه مقدار رها شدن از اون بحران سخته برای تراکتور. به هر حال فضا و جو منفی که علیه تراکتور در داخل تیم هم به شدت وجود داره ممکنه باعث بشه جلوی استقلال کمی لغزش داشته باشن. از اون طرف استقلال هم خود روند خوبی داره طی میکنه و برای چندمین هفته متوالی که نباخته و اگر این بازی رو ببره و پرسپولیس جلوی سپاهان که تقریبا از بحران داره خارج میشه بخواد پیروز بشه، این فاصله به 4 امتیاز ممکنه برسه یا به 3 امتیاز ممکنه برسه و در نهایت استقلال نزدیکتر میشه به قهرمانی. کلا یه مقدار مسیر برای استقلال برای قهرمانی تو لیگ برتر خیلی بهتره. نظرشون در مورد بازی دیروز پرسپولیس و آلومینیوم چیه؟ به نظرتون پرسپولیس چه اشتباهاتی داشت که منجر به باخت شد و آیا مستحق باخت بود یا نه؟ البته که از نظر آماری آلومینیوم خیلی از پرسپولیس سرتر بود. این بخش ویدئوی ما.